2.5 قد. سلام، اسم من اله است. اینم خرگوشم نیناست که خیلی دوستش دارم. همه جا با خودم میبرمش. شما هم عروسکی دارین که خیلی دوستش دارین؟ اگه نبینیدش دلتون براش تنگ میشه؟ پسرک داستان ما عروسکش رو گم کرده و دلش خیلی براش تنگ شده. اسم داستان هست توکا و سرمه. حالا عروسکتون رو بغل کنین و دوتایی به قصه ما گوش بدین. توکا عروسکش رو پیدا نمی کرد. نه زیر مبل، نه لابلای لباسها، نه پشت پرده و نه روی میز آشپزخونه. هیچ کجا پیداش نبود. توکا عجله داشت. مامان توی ماشین منتظرش نشسته بود. بابا هم داشت با یه سشوار گنده موهاشو خشک میکرد و اصلا صدای توکا رو نمیشنید که چند بار ازش پرسید بابا تو سرمه رو ندیدی؟ توکا سرمه رو خیلی دوست داشت. سرمه مثل آدم کوچولوی توی قصه ها بود. موهای قهوه‌ای و سیاه داشت و چشماش دو تا دکمه قرمز بودن. توکا باور نمیکرد که اونو گم کرده باشه. همه جا رو دنبالش گشته بود. توی راه مامان پرسید توکا چرا ناراحتی؟ توکا سرشو بالا گرفت و گفت عروسکم رو گم کردم. مامان پرسید کدوم عروسک؟ توکا جواب داد سرمه. مامان لبخند زد و گفت مطمئنی که پیش بابا جا نذاشتیش؟ همه جا رو خوب دنبالش گشتی؟ توکا گفت آره. مامان گفت وقتی رسیدیم خونه دوباره چمدونتو نگاه کن، شاید یه جایی اون تو قایم شده باشه. توکا چمدونشو باز کرد. ژاکت آبیش رو دید که پهن شده بود روی همه چیز و انگار همه چیز رو گرفته بود توی دستش. توکا ژاکت رو کنار زد، مسواک و خمیردندون نعناییش رو دید، کتاب قصه ها شدید، لباس خوابش رو دید و جعبه مداد رنگی هاش که باز شده بود و همه مدادهاش ریخته بودن بیرون، اما سرمه رو ندید. مامان دوتا لیوان شیر روی میز کوچکی کنار تخت خواب گذاشت و گفت اصلا شاید عروسکت گم نشده باشه. توکا با ناراحتی پرسید پس کجاست؟ مامان خندید و گفت شاید رفته یه جایی. توکا ابروهاش رو در هم کشید و با تعجب به مامان نگاه کرد. اصلا کجا؟ مامان لبخند بزرگی روی لبهاش نشست و گفت شاید رفته مسافرت. توکا دوباره پرسید کجا رفته مسافرت؟ مامان چشمهایش رو آرام بست و جواب داد شاید رفته مثلا کنار دریا، اونجا یه عالم صدف جمع کنه، کشتی ها رو تماشا کنه، بعدش هم بپره توی آب و شنا کنه. توکا با خودش فکر کرد سرمه شنا کردن بلد نیست، اما به مامان چیزی نگفت. چشماشو آروم بست و خوابش برد. توی راه خونه بابا توکا دوباره از مامان پرسید سرمه کی از مسافرت برمیگرده مامان؟ مامان لبخند بزرگی روی لبهاش نشست و گفت شاید زود، شاید دیر، شایدم تا هفته دیگه که میام دنبالت اونم برگشته باشه. توکا چمدونش رو باز کرد. ژاکت آبی دوباره خودش رو پهن کرده بود روی همه چیز. مثل دریا که خودش رو پهن میکنه روی ماهی ها. توکا با خودش فکر کرد سرمه حتما کنار دریا یه صدف خیلی بزرگ پیدا کرده. شاید هم با یه ماهی خیلی بزرگ دوست شده. بابا از آشپزخانه داد کشید توکا عزیزم شام حاضره، غذای مورد علاقت. توکا شب قبل هم پیش مامان ماکارونی خورده بود، غذای مورد علاقش، اما به روی خودش نیاورد. دوید توی آشپزخانه نشست پشت میز. بابا گفت راستی توکا عروسک تو از روی بندرخت برداشتی؟ توکا دهانش باز ماند. با تعجب پرسید سرمه؟ سرمه روی بندرخت فلزی کنار لباسهای شسته و آویزان بابا برای خودش آروم دراز کشیده بود. توکا با خوشحالی اونو از روی بندرخت برداشت. نگاهش کرد. موها و لباسهای سرمه کمی خیس بود. توکا صورتشو به صورت نمناک او چسبوند. توی گوشش آهسته گفت نمیدونستم شنا کردن بلدی. سرمه خندید. توکا هم خندید. خب بچه ها، امیدوارم از این قصه خوشتون اومده باشه. دیگه وقتشه من برم و شما هم عروسکاتون رو بغل کنید و بخوابید. خدا نگهدار.